حتی رو فعال کردم ولی ازتون خواهش میکنم در صورتی که صدای من قطع شد، صدای منو نشنیدین اینجا پیام بدین، در غیر این صورت لطفا پیام های دیگه ندین و سعی کنید که توضیحاتی که میدم خوب گوش بدید، چون بعد شما باید برای من روانفانی کنید. توی این روانفانیه سه تا فایل ارسال شده که بعد از کلاس من براتون میفرستم. این سه تا فایل یکی ادبی هست، یکی داستانی هست و یکی علمی هست. اگر هر کدومتون که فایل ادبی رو خوندید، اگر فایل ادبی رو خوندید روانخوانی کردید، دو دقیقه فیلمش رو برای من ارسال میکنید. حالا باید فکر میکنم اونایی که صدای منو بد دارن اشکال از اینترنتشون باشه، چون اینجا اینترنت پرسرعت هست و مشکلی نداره. از سمت خودتون از اینترنت رو لطفا چک کنید. و پس شد، اگر متن ادبی رو برای من روانخوانی کردین، دو دقیقه فیلمش رو میگیرید ارسال میکنید، تا یک ساعت هم بیشتر زمان ندارید. و اگر که داستانی و علمی رو انتخاب کردید باید خلاصه هم بگید، خلاصه گویی کنید. پس میتونید یکی از این سه متن رو انتخاب کنید روانخوانی کنید، بعد از بین متن داستانی و علمی هم یکی رو انتخاب کنید توی دو دقیقه خلاصه کنید. یعنی دو دقیقه باید نهایتش باشه، حد اکثر دو دقیقه، یعنی خیلی خیلی که طول بکشه دو دقیقه باید سعی کنید، یک الی یک و نیم دقیقه شما خلاصه گویی کنید، فیلم بگیرید، بر من بفرستید. پوشیدن لباس فرم هم لازم هست. پس بعد از کلاس من براتون ارسال میکنم این سه متن رو و یک ساعت هم بیشتر فرصت ندارید، به استثنای دو نفر که به من اطلاع دادن. اون دو نفری که مادرشون به من تا الان، از الان به بعد دیگه قبول نمیکنم، تا الان به من اطلاع دادن که مشکل دارن و نمیتونن، من بعدم براشون ارسال میکنم. خب میریم سراغ درسمون. کیو بیاریم؟ مدیسا خانم. مدیسا خانم بیا دختر گلم. سلام. خوبی عزیزم؟ آره مرسی، شما خوبی؟ ممنونم، متشکرم. مدیسا جان. بله. سوال یک این رو برامون بخون، بعد به من بگو که من روی تابلو حل کنم. منو راهنمایی کن که من چی بنویسم. گفته با کارت های 7 6 3 تمام عددهای 3 رقمی را بسازید و بنویسید. حالا شما بساز، به من بگو که من بنویسم. باشه. ممنونم. 367 367 600 37 637 بله 763 بله 736 بله 600
673 376. خب دختر گلم، اینا رو ساختی و آیا ما میتونیم بگیم 366 یا 377 یا 373؟ چرا؟ چون که اینا کارتن، عدد نیستن. آفر، رقم نیستن، کارت هستن. ما وقتی که کارت داریم دیگه تکراری نمیتونیم بنویسیم، چون از هر کارت یه دونه بیشتر نداریم. حالا ملیسا خانم یه نکته بهت میگم و شما دخترای خوب توی خونه که دارید نگاه میکنید، همیشه برای این که عددی رو فراموش نکنید، جان اندازی بیاید. وقتی که سه رو گذاشتین توی صدگان، مطمئنن میتونید جای این دو رقم رو عوض کنید. پس بلا فاصله میاید اون یکی عدد سه رقمی هم که صدگانش سه هست میسازید. اگه شش رو گذاشتید صدگان، بیان بعدش اون عدد سه رقمی هم که صدگانش شش هست جای یکان و ده رانش عوض میشه رو بسازید. اینجوری وقتی که با یک نظم خاصی عددهاتون رو ساختید، دیگه هیچ چیزی ممکن نیست که جا بیفته یا شما جا بندازی فراموش کنید. خب حالا به من بگو ملیسا جان، بین عددهایی که گفتی من نوشتم بزرگترین عدد کدوم هست؟ بین اینا؟ آره، 763. 763. پس من گرش یه علامت میکشم، این میشه بزرگترین، درسته؟ آره. گفته بین عددهایی که نوشته اید دو عدد زوج بنویسید. حالا میخواید از بین این عددها، ببینم پررنگه، بله، عددهای زوجش رو انتخاب کنیم. عددهای زوج مدیسا جان چه عددهایی بودن؟ دو، چهار، شیش، هشت، ده، دوازده. اینا اوکی، اینا زوج هستن. برای عددهای دو رقمی و سه رقمی که میخواستیم بفهمیم زوج هستن چی کار باید میکردیم؟ به یک کارتش دقت میکردیم؟ به یکان عدد توجه میکردیم، به یکانش توجه میکردیم. اگر که زوج بود اون عدد سه رقمی زوج، و اگر فرد بود اون عدد سه رقمی فرد میشد. حالا به من بگو ببینم 367 زوجه یا فرده؟ فرد هست، پس این نمیشه. عدد بعدی چی؟ 376. فرد دوباره. 376، دقت کن. 6 چی هست؟ زوجه یا فرده؟ زوج. پس این عدد زوجه یا فرده؟ زوج. شما هم دوست دارم که توی دفتر مشقتون خونه بنویسید. البته کسی که اینجا سوال جواب میده، مثلا مدیسا، سوال یک رو دیگه احتیاجی نیست بنویسه، ولی شماها که توی خونه هستید دارید گوش میدید، شماها باید توی دفتر مشقتون بنویسید. خب 376. حالا 637 زوج یا فرده؟ فرده. آفرین، چون یکانش فرده. 673 زوج یا فرده؟ فرد هست. آفرین. 763 فرد. 736
هفتصد و شش هم چی هست؟ زوج هست. آره خیلی هم خوب، مرسی، ممنونم، عالی بود، متشکرم مدیسا جان، مراقب خودت باش توی کلاس، ادامه تمرین ها رو بنویس دختر گلم. میایم سراغ رایا خانم. رایا خانم دختر گلم، درخواستمون رو اگر گرفتی تایید کن. سلام. خوبی رایا جان؟ خب رایا خانم، میتونی برامون سوال دو رو بخونی و به من بگی که بین اینا چه علامتی من بذارم؟ بگو ببینم چجوری مقایسه میکنیم. اولیه هست چی؟ خدو میشه کردم یک خورده اینو بچرخونم که شما کل تابلو رو ببینید. خب رایا خانم، بین اولیه برای من مقایسه کن و بگو چه علامتی بذارم. باید چجوری مقایسه کنم؟ کوچیکتر و بزرگتر. کوچیکتر و بزرگتر، یعنی من دوتا علامت رو میتونم اینجا بذارم؟ نه. من بین این سه علامت، یعنی کوچکتر، مساوی، بزرگتر، میتونم یه دونه رو انتخاب کنم و قرار بدم. چه علامتی اینجا قرار بدم دخترم؟ باید من یه راهنمایی میکنم رایا جان، خوب گوش کن، اینا رو تو خونه بیشتر تمرین کن. میگم اینا رو باید جوابش رو به دست بیارم و مقایسه کنم. باید مساوی بذارید. چرا باید مساوی بذارم؟ میگم 200 با 200 میشه چند؟ 400. این 400 با این 400 حذف میشه. یادتون میاد؟ میومدیم طرف های میومدیم چیزایی که با هم مساوی بودن رو حذف میکردیم از طرفین. حالا اینجا هم 80 به اضافه 5 میشه 85. پس این 85 هم با این 85 حذف میشه. بنابراین این دو طرف با هم مساوی هستند. یا میگفتیم 485، این طرف هم 485. این دو قسمت با هم مساوی هستن. آتریسا جان من عذرخواهی میکنم چون توی کلاس هستیم موبایل رو نمیتونم جواب بدم دختر گلم. خب رایا خانم، قسمت بعد رو دخترم لطفا بگو. 900 اینجا داریم، 941 اون طرف هم، تا شما فکر کنی من میدیمسم. خب بگو ببینم دختر گلم. سه تا
چی ازش ببینم و بنویسم؟ بنویس. این طرف این عدد چنده؟ برام بخون. 941. فکر کنم همه رو یادت رفته ها رایا. 941 درسته؟ خب این طرف چه عددی میشه؟ بخونش. 900 تا و 7. اینجا رو سوالم میتونی دختر گلم بخونی. 900 تا و 7 10 تا و 6 1 میشه چند تا؟ 976. 976. شما دیگه داریم این کلاس سوم، باید سریع اینا رو بگی. حالا 976 بزرگتره یا 941؟ 976. خب پس اینجا علامت بزرگتر. حالا زیریه رو به هم بگو. 20 میلیمتر. خب زیریه اینجا گفته 20 میلیمتر. جای خالی؟ بخون و جواب بده. 20 میلیمتر، 1 سانتی‌متر و 9 میلی‌متر. بزرگتره، کوچیکتره، مساوی هن، چجوریه؟ بیس میلی‌متر کوچیکتره؟ خب اینجا نگاه کن. میگم بزرگتره، ببخشید بزرگتره. خب بلیه اون نه اون نوه یا نوه؟ نمیتونم بگیرم. آه نوه. پس 20 بزرگتر. پس 20 بزرگتر. خب ما میگیم 1 سانتی‌متر 10 میلی‌متر هست. به اضافه 9 میلی‌متری که گفته میشه چقدر؟ میشه 19 میلی‌متر. این طرف 20 میلیمتر، 20 میلیمتر بزرگتر از 19 میلیمتر هست، یا میتونیم بگیم 20 میلیمتر یعنی 2 سانتی‌متر، 2 سانتی‌متر بزرگتر از 1 سانتی‌متر و 9 میلیمتر هست. رایا خانم این مقایسه کردن ها رو من نمونه سوال میفرستم، همه رو حل میکنی تا شب برامون میفرستی. بیشتر تمرین کن ریاضی دختر گلم تا فراموش نکنی عزیزم. مرسی. بریم سراغ نفر بعدی. زینب خانم. همه اینا رو من دوباره ارسال میکنم و بعد از کلاس حل میکنید و تصاویرش و ارسال های البته اولویت با جشنواره روانخانیتون هست. خب سلام زینب جان. زینب خانم سلام. این عددی رو که این شکل روبرو داره نشون میده با عدد و حروف برامون بسازی؟ بگو عزیزم با عدد چی میشه من بنویسم؟ با عدد میشه 300. خب 56. 356. درست نوشتم؟ بذارین. درست نوشتم؟ نه خانم خیلی تصویر واضح نیست. 303 تا 100 تایی هست، 5 تا 10 تایی هست، 6 تا 1 هست.
خب با حروف چی؟ با حروف هم بگو بنویسم. با حروف هم میشه 300 و 302 اینجوری بنویسم. او چرا میذاری؟ چی بذاریم؟ چی بذارم؟ واو بذاریم. احسن، پس میشه 300 و 50. درسته؟ 50 و 6. خب 356 با حروف هم میشه 356. خب زینب خانم میریم سراغ سوال ساعت. ساعت به من بگو این ساعتی که اینجا هست، اینجا رو این ساعت هم من نشونش بدم. اگر که اشتباه خب این ساعت رو به من بگو جاهای خالی رو کامل کنیم. ساعت چند هست؟ الان ساعت 2:25 آفرین، 2:25. بقیهش هم که خودش نوشته. خب حالا یک ربع بعد ساعت چند می شود زینب؟ ساعت میشه یه ربع بعد من اینو ببرم. یه ربع یعنی چند دقیقه؟ یک ربع یعنی 15 دقیقه. 15 دقیقه. خیلی خوب، پس میام از اینجا شروع میکنیم. 15 دقیقه. 5 10 15. ساعت شد چند زینب؟ الان ساعت میشه، بذار یه دقیقه حساب کنم. وقتی عقربه بزرگ روی 8 هست، 8 چه عددی رو از دقیقه به ما میده؟ 40. پس اینجا روی این گلبرگایی که داشتیم، اینجا 8 روی 40 بود، میشه ساعت. نقطه چین دومی میشه ساعت 2:40. درسته؟ بله. خب حالا مقدار چرخش عقربه بزرگ چند قسمت از صفحه هست؟ میتونی بهمون بگی؟ اول اینجا بود، 15 دقیقه حرکت کرد اومد اینجا، دقیقاً اندازه یک رو. چند قسمت از چند قسمت؟ مگه یک بار نکرده بود؟ یک قسمت از 4 قسمت ماست. احسنت، بر تو چجوری شد یک قسمت از 4 قسمت؟ چون که من میگیم اگر بخواییم ساعت رو نصف کنیم، هم میتونیم به 2 قسمت نصف کنیم که میشه به 2 نیم، همیشه به 4 قسمت بخونیم که میشه به 4 رو. ساعت بود، هر نیم ساعت یک قسمت از 2 قسمت مساوی هست. اینجا چون گفته یک ربع بعد، یک ربع یعنی 15 دقیقه، و میدونیم که یک ساعت از 4 تا ربع تشکیل شده، پس یک ربع یک قسمت از 4 قسمته. بر تو بسیار عالی بود، موفق باشی دختر گلم. خب نیلا خانم شما. نیلا خانم، دختر گلم، سلام. سلام. سلام، خوبی عزیزم؟ نیلا جان مسئله 6 رو بخون دختر گلم. مسئله 6 رو بخون و حل بگو من اینجا حل کنم راه حلش رو.
فایل رو نمیبینیم؟ کسی خونه نیست کمکت کنه؟ خب هر موقع دیدی سوال 6 رو برامون بخون، مسئله 6 رو. مسئله 6 گفته فاطمه 750 ریال داشت، او 145 ریال در صندوق صدقات انداخت و با 260 ریال یک کتاب داستان خرید. فاطمه چند ریال خرج کرده است؟ فاطمه چند ریال دارد؟ خودش هم زیر مسئله هاشو نوشته. یک بار دیگه من توضیح میدم که حل مسئله با زیر مسئله به چه صورت بود. ما گفتیم که بعضی از مسئله ها توشون یک پرسش مخفی هست که توش نیومده، ما باید اونو پیدا کنیم، اول جواب اونو به دست بیاریم تا بتونیم مسئله رو حل کنیم و به جواب اصلی برسیم. اینجا گفته فاطمه 750 ریال داشت، 145 تاشو انداخت تو صندوق صدقه، 260 ریالش هم کتاب خرید. پس حتی اگر زیر مسئلهش هم ننوشته بود، ما باید اول حساب میکردیم که فاطمه چند ریال خرج کرده و براش پرسش زیر مسئله دومون هم شد پرسش اصلی مسئله، که حالا فاطمه چند ریال براش باقی مونده یا چند ریال دیگه داره. خب نیلا خانوم، من توضیح رو دادم، امیدوارم که شنیده باشی توضیحات رو، دوباره میارم دخترم، هر کدوم رو که اوکی بود تایید کن برامون مسئله رو حل کن. خب. سلام نیلا جان، برامون این مسئله رو حل کن دخترم. اول باید بگویم که چند ریال خرج کرده. من چجوری حل کنم؟ به هم بگو من اینجا حل کنم. خب فاطمه 750 ریال داره. خب بعدش با 26 دویست. خودش گفته چند ریال خرج کرده؟ میگیم 145 ریال انداخته تو صندوق صدقه، 260 ریال هم با هاش کتاب خریده. 145. میخوایم اول جمع بکنید. حالا جمع اینو به روش تکنیکی بگو من بنویسم. اول میخوایم اونایی که خرج کرده رو بفهمیم چقدر هست. اینقدر انداخته تو صندوق صدقه، اینقدر هم به کتاب خریده. حالا اینو به روش تکنیکی بگو من حل کنم. چجوری حل کنم؟ خب ما چون اینو چجوری من حل کنم؟ جواب منو بگو. به خاطر این که 160 داریم، 0 داریم، 5 همون میاد پایین. 5 با 0، 5، احسنت. بعدش 4، بعدش 4 با 6. نیلا جان ای کاش خودت جواب بدی دختر خانم، خودت دختر بولم، خودت فکر کن، خودت جواب بدی. میشه چند؟ 12. 4 با 6
ساعتش میشه 10. اینجوری بنویسم؟ نه ما ده گانمون رو صفر جاش میذاریم. ده گان میذاریم بالای سر گان. یک با یک، دو دو با دو، چهار چهار میشه انقدر ریال خرج کرده. هنوز نمیدونم که چند ریال براش باقی مونده. چند ریال پول داشت؟ کل پولش چقدر بود؟ 750. پس اینجا می نویسم 750. منهای چقدر اینجا پول خرج کرده؟ 450. 405 ریال. درسته؟ بله. خب حالا اینو به روش تکنیکی بگو حل کنم. 5 از 0. خب نداره، ما باید از دهگان اول بر تو نداره. از دهگان میگیریم. دهگان میشه چند؟ دهگان میشه چهار. یه دونه باز کنم بدم به این صفره میشه چند؟ میشه ده. میشه ده. خب حالا 5 از 10 5. 0 از 4 4 تا که هیچ چیش نره. خب 4 میشه خود 4. 4 از 7 3 میشه 3. مرسی. حالا برای هر قسمت شما باید جلو نویسی رو فراموش نکنید بنویسید. برای این قسمت هم جلو نویسیش میشه 345 ریال برایش باقی مانده است. احسنت. باقی مانده است. برای هر قسمت شما باید جلو نویسی مسئله رو فراموش نکنید و بنویسید جلوی خودت. چون اینجا تابلو من حد شما مقدار کمیش رو میبینید، مجبور هستم اینجوری بنویسم. خب مرسی نیلا. برای من سال 7 این ستاره زردا عبارتش رو بگو. برای هر چه عبارت ضرب بنویسیم. یعنی اینا ضرب هستن برای سال آیندهتون. خب حالا اینا رو ببینم. ستاره ها رو بشمار. سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ سلامتی؟ درستتون رو خوب میخونید؟ این دلم براتون زنگ شده، دلم میخواد. نیلا هستیم؟ بله. خب من یه لحظه قطع شدم. اینجا سوال 7 برای این ستاره های زردا این عبارت زیریش رو به من بگو. چند تایی می شود چند تا؟ اول باید تعداد چی رو بنویسیم؟ باید تعداد ستاره ها رو، اول تعداد دسته ها رو ما میشماریم. میگیم یک دسته به صورت
عمودی، یک دسته، دو دسته، سه دسته، چهار دسته، پنج دسته، پنج دست، پنج تا. حالا تو هر دسته چند تا ستاره است؟ سه تا. پنج تا ستایی می شود چند تا؟ پانزده تا. مرسی نیلا خانم خوشگل. دخترم اینم بگو ببینم، این مثلث ها رو بگو ببینم، خودت دیگه دسته بندی کن، بگو به من جمله رو. ما اول باید ببینیم ردیفش چند تا. چند تا دسته داره فرقی نمی کنه کدوم طرف دسته بندی کنی. خب یک دسته، یه دوتایی، دو دسته، یه دوتایی، سه دسته، یه دوتایی، چهار دسته، یه دوتایی، میشود هشتا. میشه چهار تا دوتایی میشود هشتا. خیلی ممنون، متشکرم. تود باش توی کلاس با همون. خب مریم خانوم جاویدان، سلام مریم جان، خوبی عزیزم؟ بله. خب دختر گلم، نیما این عبارت ها رو کامل کرد. اولیه گفتیم پنج تا برای اولیه. ببینم میبینید شما، این برش کنم. خب بیام از اینجا. پنج تا ستایی می شود پانزده تا. بله. خب می تونی برامون یه جمله دیگه هم بگی؟ اگر یه جای خالی هم زیرش بود اون جای خالی چی می شد؟ میشه یه بار دیگه بگین؟ میشه یه جور دیگه دست بندی کنی؟ یه جور دیگه دست بندی کن؟ خب برامون این عبارت رو کامل کن. یکی شما ساختیم، یکی شو شما بساز. چند تا چند تا؟ چند تا؟ سه. بگو مردم کن. سه تا. خب دست من بیاد میخوای به چه صورت باشه؟ دسته بندی ها میخوام یعنی از صورت اوکوی از بالا دسته بندی کنیم. حالا سه تا کنیم، چند تا هست؟ سه تا پنج تایی. آفرین، سه تا پنج تایی میشود چند تا؟ هست. سه تا پنج تایی چه بگیم؟ پنج تا. پانزده. آفرین، چه بگیم؟ سه تا پنج تایی هر دوتاش میشه چند؟ پانزده. درسته؟ بله. خیلی خوب، مرسی. اون یکی هم به همون بگو، دوستتون نیلا گفتش چهار تا دوتایی اون مثلث ها. چهار بله. دوتایی میشود هشت تا. حالا شما یه جور دیگه دسته بندی کن. دو تایی. آفرین، دو تا. ببینم مشخصه؟ بله. دو تا چهار تایی می شود هشت تا. هشت تا. احسنت بر تو، مرسی. مریم خانم سوال هشت رو هم برامون بگو لطفا. در داخل کیسه هست مهله آبی و پنج مهله قرمز. یک مهله سفید انداخته ایم. چه؟ چه؟
کسی از مهره ها آبی است؟ چه کسی از مهره ها آبی هست؟ حالا نگاه میکنیم، گفته که 8 مهره آبی بوده، 5 تا هم قرمز، یکی هم سفید توی این کیسه انداختن. وقتی آبی ها هستن. خب من وقتی میگه کسر، عبارت کسری چی بود؟ عبارت کسری یعنی هستا از چالتا. احسنت بر تو. چجوری 4 در رو به دست آوردی مریم؟ اومدیم 8 رو با 5 جمع کردیم و یکی هم با اون جمع کردیم، شد 8 تا 10. آفرین، خیلی عالی بود مریم. پرسیده چه کسری از مهره ها آبی هست؟ اول اومدیم کلش رو حساب کردیم، کل مهره هامون همونجور که دوستتون گفت 14 تا هست. وقتی گفته آبی، تعداد آبی رو نگاه میکنیم، هست بعدی. مریم گلی گفته چی کسری از مهره ها سفید است؟ یکی. باز میشه چی؟ کسر یکی از 14 تا. احسن بر تو. یک قسمت از 14 قسمت. خب حالا اگر از داخل کیسه بدون نگاه کردن یک مهره بیرون بیاوریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟ هست آبی. آبی، رنگ آبی. چرا؟ چون تعدادش بیشتره. احسنت بر تو. دختر زرنگ و درس خون، مرسی عزیزم، ممنونم. خب مرسی. سال بعد هم ببینم. خب الگویابی هست بچه های گلم. من این سوالا رو براتون امروز ارسال میکنم، تا فردا فرصت دارید که اینا رو حل کنید. قبل از اینکه کلاس تموم بشه، من چند تا نکته رو اینجا روی تابلو براتون توضیح میدم که گفتنش خیلی ضروری هست. شما سال آینده کلاس سوم که میرید، ضرب رو، جدول ضرب رو باید بلد باشید. جدول ضرب رو چجوری خیلی راحت از حفظ میشید؟ در صورتی که این عبارت هایی که الان شکلش رو با هم تمرین کردیم خوب یاد گرفته باشید. مثلا من اینجا میگه برای این شکل عبارت‌ها رو کامل کنید. گفتیم میایم اول دسته‌بندی می‌کنیم. شرط دسته‌بندی چیه؟ که تعداد مهره‌هایی که داخل هر دسته هست با هم مساوی باشه. نمیتونه یک دستم دوتایی باشه، یک دستم سه‌تایی باشه. میتونم دسته‌هامو یا به صورت افقی دسته‌بندی کنم یا به صورت عمودی دسته بندی کنم. اگر به این صورت دسته بندی کنم، عبارت ضربی رو که برای این میشه نوشت به این صورت هست که اول تعداد دسته، پس فراموش نمی کنم همیشه اول تعداد دسته بعد دو تعداد مهره های هر دسته. پس اول تعداد دسته هامونو میشماریم، میگیم یک دسته، دو دسته، سه دسته، سه،
هفته یا سه تا؟ تو هر دسته چند تا هست؟ چهار تا سه دسته چهار تا این می شود. حالا باید کلش رو بشماریم. چجوری؟ چهار تا هشت دوازده. دیگه ما بلدیم شمارش چند تا رو. خب پس میشه سه تا چهار تا این می شود، عددش هم فرقی نمی کنه، میشه دوازده تا. هم میتونم این طرفی دسته بندی کنم، هم میتونم به صورت افقی دسته بندی کنم. من یک جملهش رو نگه میدارم دسته بندی آمونم. تغییر میدیم. خب این بار به صورت افقی دسته بندی میکنیم. میشماریم یک دسته، دو دسته، سه دسته، چهار دسته، میشه چهار تا. حالا تعداد تو اون تعداد مربعهایی که تو هر دسته هست، یک، دو، سه. حالا که سه تا هست، پس یه چند تا میشمارم. سه، شیش، نو، دوازده، چهار تا، سه تا ای میشود دوازده تا. پس چه بگم؟ چهار تا سه تا می شود دوازده تا. چه بگم؟ سه چهار تا می شود دوازده تا. پنج سه تا یا سه پنج تا. شیش دو تا یا دو شیش تا. ده دو تا یا دو ده تا. هیچ فرقی نمی کنه. وقتی که جای این دو تا عوض بشه جوابشو یکی میشه. خب مورد بعدی هم درباره عددهای زوج و فرد بود. دخترای گلم، گفتیم که عددهای فرد، عددهای زوج. عددهای فرد چه عددهایی بودن؟ عددهای یک، پنج، هفت، نو. یک، سه، پنج، هفت، نو. عددهای زوج چه عددهایی بودن؟ دو، چهار، شش، هشت. خب و اما نه فرد نه زوجه، اما کنار هر عدد که قرار بگیره اون عدد رو زوج میکنه. مثل ده، مثل بیست، مثل سی، یا حتی اگر عددمون سه رقمی باشه 540 یا 790. با این که تمام عددهاش فرد هست، هفت فرده، نه فرده، اما یکانش صفره، پس این عدد زوج هست، چون توی یکانش صفره. گفتیم صفر توی یکان هر عددی که قرار بگیره اون عدد زوج میشه. و اما حالا که عددهای زوج و فرد رو یاد گرفتیم، میگیم عددهامون اگر یکانشون، عددهای دو رقمی و سه رقمی، اگر یکانشون فرد باشه اون عدد فرده، اگر زوج باشه اون عدد زوج هست. مثل می نویسم اینجا، تعداد
تعدادی عدد می نویسم، بعد صدا می کنم، یکی از شما رو به من بگه که اینا فرده یا زوجه. آقا، کسایی که جلسه قبل من ازشون درس نپرسیدم. آقا خانم هستی عزیزم؟ آقا جان اگر که هستی درخواستمون رو تایید کن دختر گلم. سلام. سلام به روی ما. سلام بر داداش کوچولوتون. به رنگ کلاس ما کی آقا؟ داداش شما و داداش هلنا درسته؟ من به کلاس دوبار. آقا جان از بین این عددهایی که من نوشتم به من که کدومش زوجه کدومش فرده. اونایی که زوج هست من با آبی دورش خط میکشم، اونایی که فرد هست من با قرمز دورش خط میکشم. حالا تو فقط به من بگو زوجه یا فرده. زوجه یا فرده؟ فرد. 49 فرد. آفرین. چون یکانش 9 هست، 9 هم جز عددهای فرد هست. خب 53 زوجه یا فرده؟ فرد. فرده. چرا فرده؟ برای اینکه یکانش 3 هست. احسن. فرد. 641 641 فرد. فرد هست. برود بر تو. 976 976 زوج. زوج هست چون یکانه 6 هست و 6 هم یک عدد چی هست؟ زوج. زوج هست. 469 فرد. فرد هست. 990 زوج. چرا؟ برای اینکه صفر هر عددی که باشه اونو زوج کنه. عالی بود. مرسی که حواست توی کلاس بوده، با کلاس همراه بودید و خیلی بلند کنم. دلم برا تنگ شده. خب دوستان کلاستون رو ببینیم؟ آره. دل تنگ شده برای کلاس؟ آره. دوست داشتی الان اینجا بودی؟ آره. خب اشکال نداره، من الان شما رو میبرم توی کلاستون انشالله که بشه کلاستون رو بهتون نشون میدم. میبینید الان؟ الان میبینی آبا؟ نه من فقط با هم تابلو رو ببینم. خب الان چی؟ نه الان میبینی؟ نه.
الان میبینی کلاس و آبا؟ آره. آره. کلاس رو الان میبینی آبا؟ آره. آره؟ آره. اونم بچه هاتون هست. چی؟ میگم آره. پوشای هنرتون هم خانومتون آورده؟ تمام اینم کاردستی های دوستاتون هست که به دیوار بود. کاردستی هایی که درست کردین همه شون رو مرتب گذاشتیم. پوشه های هنرتون هم خانوم رضایی زحمت کشیدن آوردن اینجا گذاشتن. جای شما کجا بود آوا خانوم؟ اگه گفتی جات کجا بود؟ یادم نمیاد. جای شما اینجا بود. یا اینجا میشستی همیشه یا اینجا میشستی؟ درسته؟ حالا میریم بیرون؟ چون میدونم مطمئنم دلتون برای اینجا هم تنگ شده. اون اتاق خانم زاره هست. اینم راه رو همون کمش زنگ تفریح توی این راه رو بودین. خوب آبا؟ آره. خب اینم تابلو کلاستون، الفبایی که زده بودیم به دیوار. آره؟ یه توضیح دیگه میدم. مرسی آوا جان که بودی توی کلاس. ممنونم. باش به توضیحاتم گوش کن دختر گلم. در رابطه با جشنواره خواندن یک بار دیگه من توضیح میدم. سه تا فایل هست من براتون ارسال میکنم که اینا متن هستن. متن ادبی هست عنوانش، یک متن ادبی هست، یک متن داستانی هست و یک متن علمی هست، مطالب علمی درش هست. هر کدوم از اینا رو به دلخواه خودتون میتونید انتخاب کنید. یک ساعت فرصت دارید از بعد از کلاس که من ارسال کردم، حدود ساعت 12:30 میشه تا ساعت 13:30، به جز دو نفری که به من اعلام کردن. حالا شما چیکار باید کنید؟ باید بیاین حتی اکثر 2 دقیقه، یعنی خیلی خیلی که طول بکشه 2 دقیقه، تمام نکاتی هم که گفتم باید رعایت کنید. نقطه مک نمیدونم کاما رسید، نقطه مکس کنید. اگه پرسشی بود حالت چهرهتون، حالت خوندنتون، تون صداتون باید پرسشی باشه. تعجب بود همین به همین صورت. تمام مواردی که از اول سال سر کلاس من میگفتم و شما رعایت میکردین و انجام میدادید. موقع خوندن متن یه نگاه به بالا کنین، نگاه کردنتون جوری نباشه که سرتون تکون بخوره، فقط با چشمتون میتونید این کار انجام بدین و بقیه موردا که خودتون بهتر از من یادتون مونده. یکی از این سه متن رو انتخاب میکنین، برام روانخوانی میکنید. خیلی خیلی زیاد نباید بشه، نهایت هم 2 دقیقه. بعد یکی از متنها رم انتخاب میکنید، جدا جدا این کار برام انجام بدید. یکی از متنها را هم انتخاب میکنید و چیکار میکنید؟ خلاصه میکنید، خلاصش رو برای من تعریف میکنید و فیلمتون و مامان محترمتون یا پدر عزیزتون میگیره برای من ارسال میکنه. فقط 1 ساعت، بیشتر زمان ندارید. همچنین فایل این سوالا رو هم من براتون ارسال میکنم دخترای گلم.
این سوالایی که امروز همتون باید تو دفتر مشق همه رو بنویسید، حالا یا پرینتش، اگه پرینتر دارید پرینتش رو بگیرید، اگه نه مثل همیشه توی دفتر مشق بنویسید، تصویرش رو برای من ارسال کنید. مراقب خودتون باشید، موفق باشید، روی ماهتون رو میبوسم. فقط من حضور غیابم انجام بدم. بله، ترم خانم غایب بودن، مهمان رو که نمیدونیم، فکر میکنم آیدا باشه. خب خیلی هم خوب و عالی، موفق باشید، به خدای بزرگ میسپارمتون.